فراخان کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد درباره تأثیر وضعیت عراق بر امنیت اشرفی ها در لیبرتی و تأکید بر تعهدات رسمی دولت عراق. سه حمله موشکی در سال 2013 منجر به جان باختن و مجروح شدن ساکنان گردید. علاوه بر این حمله به اشرف در سپتامبر 2013 تعداد 52 کشته و 7 ناپدید بر جای گذاشت. کمیسر عالی به دولت عراق فراخوان می‌دهد دست به هر اقدام ممکن بزند تا از سلامت ساکنان مطمئن شود. کمیساریا در مورد سرنوشت 7 تن ساکنان ناپدید شده اشرف جماکان قویاً نگران باقی می‌ماند. کمیسر عالی تأکید می‌کند ساکنان سزاوار حفاظت در برابر اخراج یا بازگشت اجباری به هر مکانی هستند که جان یا آزادی آنها را تهدید می‌کند. یادداشت تفاهم بین دولت عراق و ملل متحد به وضوح برخورداری آنها از حفاظت‌های اصل نان رفلمان را به رسمیت می‌شناسد. دولت عراق همچنین متحد به تضمین این است که با ساکنان لیبرتی طبق استانداردهای حقوق انسان دوستانه و استانداردهای حقوق بشر رفتار شود. آنها باید بتوانند هر زمان که لازم باشد به مراقبت‌های پزشکی تخصصی دسترسی داشته باشند. بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد شماره 9 6 می 2014 16 اردیبهشت 1393. ناامنی مستمر بر ساکنان لیبرتی تأثیر می گذارد. از سال 2011 کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد همراه با هیئت مساعدت ملل متحد در عراق درگیر تلاش برای یافتن فرصت‌های انتقال به خارج از عراق برای حدود 3200 تن از ساکنان اشرف بوده که اکنون در لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد اقامت دارند. ناامنی مستمر در عراق بر ساکنان لیبرتی و کارکنان سازمان ملل که با آنها در منطقه فرودگاه بین المللی بغداد کار می کنند تأثیر می گذارد. هرچند که از زمان حمله موشکی در 26 دسامبر 2013 که موجب کشته شدن 4 تن از ساکنان شد حمله عمده دیگری نبوده، اما حملات موشکی شبانه در منطقه ابو غریب 12 کیلومتری فرودگاه بر تهدید مستمر نسبت به سلامتی و امنیت کمپ و کارکنان سازمان ملل تأکید می کند. مهم است یادآوری شود که ساکنان از سه حمله جداگانه موشکی در سال 2013 رنج بردند که هر یک از آنها منجر به جان باختن و مجروح شدن آنها گردید. علاوه بر این یک حمله علیه اشرف در سپتامبر 2013 52 کشته و 7 ناپدید بر جای گذاشت. کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد به دولت عراق فراخوان می‌دهد که دست به هر اقدام ممکن بزند تا از سلامت ساکنان مطمئن شود و دولت‌های سایر کشورها را فراخوان می‌دهد که ساکنان را بپذیرند و راه حل‌های طولانی مدت ارائه دهند. کمیساریا همچنین در مورد سرنوشت 7 تن ساکنان ناپدید شده اشرف کماکان قویاً نگران باقی می‌ماند. علاوه بر این کمیسر عالی تأکید می‌کند که ساکنان کمپ سزاوار حفاظت در برابر اخراج یا بازگشت اجباری به هر مکانی هستند که جان یا آزادی آنها را تهدید می‌کند. یادداشت تفاهم بین دولت عراق و ملل متحد به وضوح برخورداری ساکنان را از حفاظت‌های اصل نان رفلمان به رسمیت می‌شناسد. در چارچوب یادداشت تفاهم دولت عراق همچنین متحد به تضمین این است که با ساکنان لیبرتی طبق استانداردهای حقوق انسان دوستانه و حقوق بشر رفتار شود.
در این خصوص کمیساریای عالی ملل متحد یادآوری می‌کند که ساکنان هرگاه نیاز باشد باید بتوانند به مراقبت‌های پزشکی تخصصی دسترسی داشته باشند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ژنو 6 می 2014